خلاصه کتاب مدیریت خشم، اثری از دول جنتری، از کانال آموزشی انگیزشی لیلو ماجویا. با مطالعه این کتاب می آموزید که چگونه خشمتان را تحت کنترل گرفته و با وجود عقاید مخالف دیگران از کوره در نروید. یک روز صبح وقتی از خواب بیدار می شوید، احساس می کنید که اتفاقات خوبی را در پیش رو دارید. در حالی که فنجان چایتان را با لذت می نوشید، به این فکر می کنید که چقدر زندگی کردن تجربه لذت بخشیست. پیراهن سفیدی که با دقت اتو کشیده اید را بر تن می کنید و با عطری که بر خود می زنید، یک سکانس زیبا از صبحتان را خلق می کنید. همه چیز طبق روال خودش در جریان است تا اینکه در داخل آسانسور پسر بچه همسایه سکانس زیبایتان را با بستنی شکلاتی که در دستش دارد تبدیل به یک فیلم جنایی می کند. پسرک بستنی شکلاتیش را ناغافل روی پیراهن شما می ریزد و لکه شکلات همانند خون روی جسد مقتول شما را دچار وحشت می کند. شما با یک نعره وحشیانه و اخطار دادن به تنبیهی که در انتظار اوست از آسانسور خارج می شوید. اما چندی نمی گذرد که از خود و کرده تان پشیمان می شوید. فرمان اتومبیل را که در دستتان می گیرید به خودتان گوش زد می کنید که می شود کمی ملایم تر با بچه ها برخورد کرد. اینجاست که دوباره بوی عطری که به مشام میرسد حالتان را خوب میکند. مسیر محل کارتان را در پیش میگیرید و دوباره با واکنش غیر حرفه‌ای یک راننده تازه کار افسار حال خوبتان را رها میکنید. داد زدن بر سر راننده و حواله کردن چند حرف رکیک به او کمی آرامتان میکند. اما در محل کار دوباره ورق بر می گردد و از عکس العمل هیجانی و عصبانیتتان پشیمان می شوید. این داستان در طول روز ادامه دارد تا آنگاه که به خانه می رسید و بر سر یک موضوع کوچیک با همسرتان به مشاجره می پردازید. باز هم عصبانیت و خشمتان بر شما غلبه می کند و به اندازه کافی خسته می شوید. شاید این گونه تجربیات بین بیشتر ما مشترک باشد. موضوع این نیست که ما فردی عصبانی و پرخاشگر هستیم. حتی آرامترین افراد هم با دیدن یک لکه شکلات روی پیراهن سفیدشان ممکن است از کوره در بروند. اما فرق بسیاری از ما با کسانی که محتاطانه و آرامتر رفتار می کنند در کنترل خشمشان است. به عنوان یک انسان، خشم هم بخشی از ویژگی هایی است که در طول زندگی همیشه با ما بوده، اما نحوه واکنش و مدیریت خشم از هر فردی تا فرد دیگر کاملا متفاوت است. بروز خشم هم به روابط خانوادگی آسیب می زند و هم در محیط کار تصویری از یک فرد ناسازگار و بد اخلاق را برای دیگران به نمایش می گذارد. اگر فکر می کنید که احساسات منفی مانند خشم شما را تحت کنترل خود گرفته، مطالعه این خلاصه کتاب می تواند به شما در مدیریت احساساتتان کمک زیادی کند. در این خلاصه کتاب به پرسش های زیر پاسخ داده می شود. چرا بین خشم و خصومت تفاوت وجود دارد؟ چگونه خواب کافی و ورزش می تواند از بروز خشم جلوگیری کند؟ چرا افرادی که کم تحمل هستند بیشتر از دیگران عصبانی می شوند؟ فصل اول، خشم مکانیزم دفاعی انسان در برابر تهدیدات است. اجداد قارنشین ما وقتی با تهدید انسان‌های دیگر یا حیوانات وحشی روبرو می‌شدند، احساسی مانند خشم به کمکشان می‌شتافت. خشم مکانیزمی بود که آنها را
به واکنشی مناسب در مقابل خطرات مجهز می ساخت. آنها چه فرار را برقرار ترجیح می دادند یا به جنگ وادار می شدند، در هر صورت از طریق خشم به حفظ بقای گونه خود می پرداختند. بنابراین خشم از پیدایش انسان بر روی کره زمین در وجود او نهادینه شده و شانس او را برای بقا تضمین می کند. عده اعتقاد دارند که مردان بیشتر از زنان خشمگین می شوند. بر اساس آمار بیشترین خشمهای شدید گزارش شده به مردان مربوط می شود. اما مدت زمانی که زنان در حالت خشم باقی می مانند طولانی تر از مردان است. علاوه بر این زنان و مردان در دفعات خشمگین شدن با یکدیگر برابرند. با این وجود خشم تنها به مواردی که با واکنش های فیزیکی و لفظی همراه می شود ختم نمی شود. همان گونه که افراد خشمگین در هنگام بروز واکنش های هیجانی باید تحت مراقبت باشند، افرادی که خشم خود را سرکوب می کنند هم از این قاعده مستثنا نیستند. در کنار این موارد شاید گمان کنید که خشم تنها زمانی اتفاق می افتد که فرد یا افرادی با به وجود آوردن موقعیتی آزار دهنده تعادل دیگری را برهم می زنند. اما دلایل زیادی وجود دارد که باعث برهم خوردن تعادل روحی انسان می شود، نظیر خستگی، گرما یا سرمای زیاد و یا حتی بوی بد. همه اینها نشان می دهد که خشم از هر روزنه ای می تواند وارد زندگی شما شده و به عصبانیت و واکنش های تند شما بیانجامد. بنابراین تلاش برای مدیریت خشم و کنترل آن یکی از بهترین تغییراتی است که باید نسبت به انجام آن اهتمام ورزید. چنین تغییری یک شبه اتفاق نمی افتد و ممکن است سالها شما را درگیر خود کند. اما خاطرتان آسوده باشد که در پایان راه به حس رضایت و آرامش درونی وصف ناپذیری خواهید رسید. اما در ابتدا بهتر است بین واژه خشم و خصومت تفاوت قائل شوید. هر کدام از این حالات با یکدیگر تفاوت اساسی دارند و در یک مقوله نمی گنجند. برای مثال بین کسی که نسبت به فردی خاص احساس کینه و دشمنی دارد با کسی که به دنبال آزار دیگران از طریق خشونت است تفاوت وجود دارد. علاوه بر این بسیار اهمیت دارد که میزان خشم خود را در طول روز یا ماه ارزیابی کنید. به این منظور از دیگران بخواهید که شما را صادقانه توصیف کنند. اگر فردی هستید که با وجود عصبانیت‌های اتفاقیتان همچنان خوش برخورد و اجتماعی توصیف می شوید، نشان می دهد که میزان عصبانیت در زندگی شما از حد طبیعی خارج نشده است. حتی اگر با وجود واکنش های عصبی هنوز برای اطرافیان قابل تحمل هستید، باز هم جای شک دارد. فصل دوم، افرادی که دنیا را سیاه و سفید می بینند زودتر عصبانی می شوند. همانطور که در فصل قبل توضیح دادیم، با تحقیق در مورد دفعات عصبانی شدنتان می توانید میزان جدی بودن وضعیت خشمتان را بسنجید. افرادی هستند که در طول روز مدام احساس خشم و عصبانیت را تجربه می کنند و این حالت جزء خلق و خوی غالب آنها شده است. اگر شما جزء این دسته از افراد هستید، بهتر است که هرچه زودتر به اصلاح این شرایط بپردازید. افرادی که در طول روز به دفعات عصبانی می شوند، به خشم و عصبانیت سمی دچار هستند. این افراد را می توان همانند شیرهای گرسنه‌ای تشبیه کرد که در کمین شکار نشستند. دیدن یک تومه باعث می شود که این افراد خود را وارد محلکه ای کنند که خود
آغازگر آن هستند. عده‌ای اعتقاد دارند افرادی که بیشتر در معرض شرایط استرس‌زا قرار می‌گیرند، مانند پلیس‌ها یا معلمان، بیشتر از بقیه عصبانی می‌شوند. آنها اعتقاد دارند پلیسی که سر و کارش با مجرمین و اجرای قانون است یا معلمی که مدام با دانش آموزان شیطون سر و کله میزند بیشتر عصبانی میشوند. اما واقعیت این است که این باورها فقط توجیهی برای عصبانی شدن است. در حقیقت دلیل اصلی عصبانیت و خشم نگرشی است که شما نسبت به زندگی و انسانها دارید. 4 دسته از افراد وجود دارند که بدون توجه به سن و سال و موقعیت شغلیشان دچار عصبانیت‌های متعدد و متوالی می‌شوند. این 4 گروه عبارتند از 1. بدبین‌ها، کسانی که صبح خود را با افکار منفی شروع می‌کنند، پتانسیل اینکه در طول روز در معرض عصبانیت قرار گیرند را بالا می‌برند. این دسته از افراد آغاز روز خود را با بدبینی نسبت به همسر، دوستان، همکاران و کل دنیا شروع می کنند. آنها نه تنها انتظار اتفاقی خوب را در طول روزشان ندارند، بلکه خود را برای وقوع بدترین ها آماده می کنند. 2. افرادی که هر چیزی را فاجعه می پندارند. این دست از افراد اگر در یک قرار ملاقات با بدقولی دوستشان مواجه شوند، آنقدر آن اتفاق را جدی فرض می کنند که به راحتی از کوره در می روند. 3. افرادی که دنیا را سیاه و سفید می بینند. افرادی که انسانها را به کامل و ناکامل تقسیم بندی می کنند، همواره انتظار ایدئال ترین رفتار را از طرف مقابلشان دارند. این دسته از افراد می‌خواهند همه چیز را کنترل کنند که این ویژگی آنها را هر لحظه سرخورده تر از قبل می‌کند. 4. افرادی که خود را مرکز دنیا می‌بینند. انسان‌هایی در این کره خاکی وجود دارند که تصور می‌کنند تمامی دنیا باید برای رفع نیازهای آنها از خود گذشتگی کنند. داشتن این طرز فکر باعث می‌شود که آنها کوچکترین بیتوجهی را تحمل نکرده و به دام خشم گرفتار شوند. اگر فکر می‌کنید در یکی از این دسته‌بندی‌ها قرار دارید، با اصلاح این عقاید دیدگاه متعادل‌تری را نسبت به زندگی در پیش بگیرید تا کمتر عصبانی شوید. فصل 3. با خشم هم می‌شود جهنم را تبدیل به بهشت کرد. بر اساس باور عمومی، آدم‌ها را باید در هنگام عصبانیتشان شناخت. اما این گفته حقیقت ندارد، چرا که انسان‌ها تک بعدی نیستند. حتی آرام‌ترین و متعادل‌ترین افراد هم ممکن است در یک اتفاق آنقدر خشمگین شوند که کاسه صبرشان لبریز شود. ممکن است فردی بارها و بارها ظلم و آزاری که در حقش شده را تحمل کند و مجموع این فشارها باعث شود که روزی دست به واکنشی خشونتبار بزند. همه کسانی که خشم و عصبانیت را تجربه می کنند شبیه به هم نیستند، اما در یک چیز مشترکند. آنها تحت شرایطی خاص و بسته به دلایلی مشخص توان کنترل اوضاع را ندارند. فردی که در خانواده خود بارها خشونت خانوادگی را تجربه کرده یا کارگری که در محیط کار به خاطر تأمین مایحتاج زندگی جز بله قربان گفتن کاری نکرده، طبیعی است که روزی کنترل خود را از دست بدهد. چنین فردی ماحصل خشونت و رنجی که متحمل شده را بر سر شریک و همسرش تخلیه می کند. در نتیجه او خود را از چشمان بهترین رفیق زندگیش می اندازد. اما هیچ کس دلش نمی خواهد به عنوان فردی عصبی و پرخاشگر توصیف شود. همه ما
به خوبی می دانیم که خشم چقدر آزار دهنده و در عین حال پرقدرت است. ضربان قلب بالا، سختی تنفس، بالا رفتن فشار خون، عرق سرد و گاه اختلال گفتاری برخی از اثرات خشم است. اما جدا از این موارد، کسانی که در معرض خشم هستند هم متحمل آسیب‌هایی خواهند شد که فرد عصبانی به آنها وارد کرده است. با اینکه خشم نیروی مخرب و آسیب رسان است، اما با کنترل و مهار این احساس میتوان نتایج مثبتی را برای خود به ارمغان آورد. برای مثال فردی را تصور کنید که به خاطر ترس از تنهایی همچنان در یک رابطه مخرب و سمی زندگی زناشویی‌اش را می‌گذراند. او احساس می‌کند که نمی‌تواند مستقل زندگی کند و از این رو حاضر به تحمل بدترین شرایط است. اما روزی که آستانه صبر این فرد لبریز شود، احساس خشم بر ترس او غالب می‌شود. او از وضعیت تحقیرآمیز خود عصبانی است و روزی از روزها عطا را به لقایش می‌بخشد و از این رابطه جدا می شود. در این مورد خشم فرد باعث رهاییش از یک موقعیت بغرنج و سخت شده و اصلا هم بد نیست. بنابراین احساسی مانند خشم اگر به درستی و در جهت مثبت هدایت شود به هیچ وجه اشتباه نیست. نلسون ماندلا را به خاطر بیاورید که چگونه علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی واکنش نشان داد. او از تبعیض نژادی بین سیاهان و سفید پوستان به سطوح آمد، اما خشم او منجر به ظهور انقلابی شد که سرانجام خوشی را برای سیاهان رقم زد. شما هم می توانید همانند ماندلا با خشمتان جهان را تبدیل به جایی بهتر برای زیستن کنید. فصل چهارم، اولین نشانه های خشم را به موقع شناسایی کنید. درست در شرایطی که فکر می کنیم همه چیز آرام است، خشم مانند یک موج غیر منتظره و خروشان به سمتمان می آید. بادی که این موج را ایجاد کرده، چه لکه یک بستنی شکلاتی باشد یا قرولند یک صاحب خانه، یک تأثیر را دارد. آنقدر دیوانه مان می کند که دلمان می خواهد مثل فیلم های اکشن با یک ضربه گلوله به همه چیز خاتمه دهیم. اما قبل از اینکه ماشه تپانچه مان را در خیالتان بفشارید، به واقعیت برگردید و نشانه های خشم را شناسایی کنید. همانطور که در فصل قبل توضیح دادیم، خشم با نشانه هایی همراه است که با شناخت آن می توانید بهتر واکنشتان را تحت کنترل بگیرید. قبل از عصبانیت ممکن است چهرتان سرخ شود که اغلب گرمای حاصل از این تغییر را حس خواهیم کرد. به دنبال آن عرق کردن بدن و سختی تنفس از دیگر نشانه های رایج عصبانیت محسوب می شود. حتی عده‌ای ممکن است در آرواره های خود احساس سفتی کنند. با مشاهده و احساس یکی از این نشانه ها می توانید متوجه خشم و عصبانیت احتمالی در خودتان شوید. وقتی تمرکز خود را بر روی این نشانه ها بگذارید، یک قدم جلو هستید و می توانید واکنش خود را تحت کنترل بگیرید. اما مواقعی پیش می آید که شما در خطر بروز خشمی انفجاری و پرقدرت هستید. در این شرایط نشانه های خشم به یک بار ظاهر شده و شما فرصت کمی برای تشخیص نشانه های آن را خواهید داشت. در این شرایط این نکته را به خودتان گوش زد کنید که اوج عصبانیت نهایتاً 5 الی 10 دقیقه طول می کشد. یعنی اگر بتوانید واکنش خود را به مدت 5 الی 10 دقیقه به تأخیر بیاندازید، بعد از آن رفتار منطقی تری از شما سر خواهد زد. در این مدت سعی کنید چند نفس عمیق بکشید تا این زمان را به خوبی سپری کنید.
یکی دیگر از کارهایی که در لحظات عصبانیت می توانید انجام دهید، پرداختن به کار است. اگر در یک ترافیک سنگین گرفتار شده اید، به جای عصبانی شدن، سعی کنید به یک موزیک خوب یا یک فایل صوتی انگیزشی گوش کنید. با این کار توجهتان را به خوبی منحرف کرده و بر روی ترافیک متمرکز نخواهید شد. گاهی اوقات دیگران مسبب عصبانیت ما نیستند و ما به خاطر اشتباهات خودمان عصبانی و خشمگین می شویم. در این شرایط به خودتان یادآوری کنید که هر اشتباه تجربه و درسی است که می توانید در شرایطی دیگر به خوبی از آن سود ببرید. در نهایت این نکته را از خاطر نبرید که تنها خود شما مسئول رفتارهایتان هستید. در هنگام عصبانیت ذهن ما قادر به تصمیم گیری درست و عکس العملی منطقی نیست. به همین خاطر بیشتر ما بعد از عصبانیت به خاطر حرفهایی که زده ایم یا کارهایی که انجام داده ایم پشیمان هستیم. اینکه جهان و ساکنینش چقدر در حق شما بی انصاف هستند اصلا مهم نیست. چیزی که در اختیار و اراده شماست واکنشی است که نسبت به شرایط مختلف از خود نشان می دهید. فصل پنجم: هر چقدر بیشتر فکر و خیال کنید، عصبانیت بیشتری تجربه خواهید کرد. در حال آماده شدن برای یک مهمانی خانوادگی هستید. بعد از انجام کارهای خانه مطمئن می شوید که همه چیز سر جای خودش است و بعد از اتمام مهمانی کاری برای انجام دادن نخواهید داشت. درست همان لحظه که همه چیز درست به نظر می رسد، گربه خانگیتان را می بینید که روی مبلمان خانه دچار حالت تهوع شده است. صحنه ای که چند ثانیه بعد در مقابلتان رژه می رود چیزی نیست جز یک خرابکاری که کار و زحمت شما را درست دقایقی قبل از ترک خانه دوچندان می کند. در شرایطی که فرصت کافی برای تمیز کردن مبلمان ندارید، انبوهی از افکار آشفته به سراغتان می آید. به خودتان می گویید چه می شد اگر گربه شما این کار را روی کاشی های کف حمام انجام می داد؟ یا چه می شد اگر این خرابکاری بعد از مهمانی اتفاق می افتاد؟ همچنان که با عجله مبلمان را تمیز می کنید و بوی نامطبوع آن فضای اتاق را احاطه کرده، به سالها قبل که هنوز تصمیم خرید گربه را نداشتید برمی گردید. در آن لحظه خودتان را سرزنش می کنید که چرا چنین تصمیمی گرفتید و چرا همسرتان با این تصمیم مخالفت نکرده بود. هجوم چنین افکاری در یک لحظه باعث می شود که عصبانیت به سراغتان بیاید و در شب مهمانی بر سر یک گفتگوی ساده به جان میزبان بیفتید. همانطور که متوجه شده اید، فکر کردن زیاد در مورد اتفاقاتی که برایتان میافتد باعث شعله ور شدن آتش خشمتان خواهد شد. این آتش نه تنها شما بلکه دیگران را هم در حرارتش خواهد سوزاند. بنابراین نتیجه میگیریم که یکی از راه‌های مقابله با بروز عصبانیت درگیر نشدن با افکاری است که به ذهنتان خطور می کند. یکی از راهکارهایی که می تواند مانع هجوم افکار منفی شود، به تأخیر انداختن آن است. در طول روز، خصوصا اوقاتی که وقت کافی برای فکر کردن راجع به موضوعات مختلف در اختیار داریم، سر و کله افکار منفی پیدا می شوند. در این اوقات یک جرقه کافی است که شما را وارد زباله‌دانی افکاری کند که سالهاست آن را فراموش کرده اید. رفتار اشتباه همسرتان در یک مهمانی، درس نخواندن بچه ها، رفتار بد والدینتان در کودکی و هزاران موردی که مدتها قبل اتفاق افتاده جان دوباره می گیرند. در وهله اول بهتر است روز خود را با فهرست کارهای مختلف شلوخ کنید تا کمتر فکر کنید. راهکار دیگر این است که ساعتی خاص را
به اندیشیدن در مورد موضوعاتی که ناراحتتان می کند اختصاص دهید. برای مثال با خودتان عهد ببندید که از ساعت 6 تا 7 عصر آزادانه می توانید به هر چیزی که ناراحتتان کرده فکر کنید. وقتی زمان بروز واکنش را به تأخیر بیاندازید، در ساعت مشخص شده ممکن است چندان به موضوعی که باعث عصبانیتتان شده فکر نکنید. شاید این راهکار در قالب حرف آسان به نظر برسد، اما سعی کنید که در عمل نیز به این تکنیک متعهد بمانید. یک تکنیک دیگر استفاده از قدرت تصویر سازی است. مشکلات و ناراحتی هایی که باعث عصبانیتتان شده را همانند بادکنک هایی تصور کنید که در آسمان معلق هستند. در ذهنتان تفنگی را تصور کنید و با آن به بادکنک ها شلیک کنید. این تکنیک در دراز مدت می تواند شما را نسبت به دلایل عصبانیت و ناراحتیتان قوی تر کند. فصل ششم، خشم و خستگی دو دوست قدیمی هستند. حتما این احساس را تجربه کرده اید که بعد از عصبانیت و خشم دچار خستگی و ضعف می شوید. این حالت بسیار طبیعی است و دلیلی علمی در پشت خود دارد. هر احساسی که از خود بروز می دهید انرژی زیادی را طلب می کند. برای مثال در حالت عصبانیت و خشم بدن شما آدرنالین ترشح می کند و همزمان ضربان قلب بالا می رود. علاوه بر این منقبض شدن ماهیچه ها و فشار خون بالا حجم زیادی از انرژی بدن را صرف این واکنش ها می کند. بنابراین خستگی شما بعد از عصبانیت بسیار طبیعی است. اما بیایید قدری منطقی تر به این موضوع نگاه کنیم. خشم و عصبانیت احساسی است که در شرایطی خاص خیلی سریع آن را تجربه می کنیم و به سرعت هم از این احساس رها می شویم. همانطور که توضیح دادیم احساس عصبانیت در نهایت 5 الی 10 دقیقه در افراد باقی می ماند. بنابراین نسبت به احساسی که عمر کوتاهی دارد چرا باید واکنشی و هیجانی پاسخ دهید؟ نکاتی که در ادامه برایتان فهرست می کنیم را در یک ورق کاغذ نوشته و همیشه به همراهتان داشته باشید. این باورها به شما کمک می کند که در هنگام بروز عصبانیت واکنش هایتان را تحت کنترل بگیرید. هرگز هیچ اتفاقی را شخصی برداشت نکنید. اگر کسی که دوستش داشتید شما را با همه خاطرات خوبی که داشتید ترک کرده، به هیچ وجه تقصیر شما نیست. هرگز شخصیت خودتان را با رفتار دیگران قضاوت نکنید. همه انسان ها این حق را دارند که در مسیر زندگی راه خودشان را بروند، حتی اگر انتخاب این راه متفاوت باعث دلخوریتان شود. 2. دست از سرزنش کردن دیگران بردارید. وقتی برای هر چیزی دنبال مقصر می گردید، به راحتی خود را در معرض فوران احساسات قرار خواهید داد. به جای سرزنش دیگران، مسئولیت تمام اتفاقات را عهده‌دار شده و کاری کنید که فقط از عهده خودتان برمی آید. 3. هرگز نقش قربانی را نپذیرید. اگر در شرایط بدی قرار گرفته اید، سعی کنید حقتان را بگیرید و برای اصلاح شرایطتان مبارزه کنید. 4. اگر در شرایطی گرفتار شده اید که باعث تشدید حس عصبانیتتان می شود، فوراً آن محل را ترک کنید. هرگز خود را در شرایط و موقعیت هایی که باعث دلخوری و به دنبال آن عصبانیتتان می شود قرار ندهید. 5. به جای مشاجره سعی کنید با گفتمان مشکل را حل کنید. هرگز با صدای بلند با کسی صحبت نکنید. اگر عصبانی هستید و می‌خواهید دلیل واکنشتان را توضیح دهید، آرام و شمرده صحبت کنید. در حقیقت
صدای کسی که بلند و با سرعت صحبت می کند نه شنیده می شود و نه کسی به آن اهمیتی می دهد. فصل هفتم. به کسانی که برخلاف شما فکر می کنند حمله نکنید. انسان‌ها در بیشتر اوقات عمدن قصد ایجاد مزاحمت و آزار رساندن به شما را ندارند. راننده‌ای که در یک اتوبان شلوغ سپر اتومبیل شما را هدف قرار داده از روی عمد مرتکب چنین خسارتی نشده است. به جای اینکه رفتار دیگران را خصمانه و از روی عمد بخوانید، بهتر است آنها را افرادی تازه کار، بی‌توجه و نابلد توصیف کنید. حقیقت این است که خیلی از افراد قادر به برقراری ساده ترین روابط هم نیستند. آنها چه در حال رانندگی در یک خیابان باشند و چه در محیط کار یا خانه، مرتباً دچار خطاهایی می شوند که دیگران را آزار می دهند. در واقع دنیا آنگونه که شما تصور می کنید نیست و بسیاری از امور زندگی بر اساس انتظاراتمان پیش نمی روند. این واقعیت را بپذیرید که زندگی و رفتار انسان‌ها بر اساس بایدها و نبایدهای ما شکل نمی‌گیرد. اگر فرزندتان طبق دستورات شما عمل نمی‌کند، به معنای ضعف شما نیست. اگر تصور می‌کنید فرزندان شما همچون ربات باید جزء به جزء دستورات شما را اجرا کنند، پیشنهاد می‌دهیم که اصلاً صاحب فرزند نشوید. هر انسانی این حق را دارد که آزادانه زندگی کند. بنابراین هیچ کس جزء املاک شخصی شما محسوب نمی شود. افرادی که تحمل سرپیچی فرزندان یا مخالفت اطرافیانشان را ندارند، مستبد نیستند. شاید این گونه باید گفت که اگر کسی در مقابل عقاید و رفتارهای متفاوت دیگران سریع از کوره در می رود، نشانه بی‌صبری اوست. اصولاً هر چقدر افراد کم تحمل تر باشند، میزان عصبانیت آنها هم شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. کسانی که اغلب کلمه باید را در مورد دیگران به کار می‌برند، جزء افراد کم طاقت و بی‌صبر دسته‌بندی می‌شوند. اگر شما هم فردی هستید که در برابر عقاید مخالف و یا رفتار دیگران تدافعی واکنش نشان می دهید، این راهکارها به شما کمک خواهد کرد. 1. اگر در یک گفتگو شخصی برخلاف شما فکر می کند، نشان دهنده این نیست که شما اشتباه فکر می کنید. در این شرایط هیچ نیازی نیست که متعصبانه از باورهای خود دفاع کنید. 2. برای اینکه تجربه یک گفتگوی لذت بخش را برای خودتان و شخص مقابل به وجود آورید، سعی کنید بحث را به طرف مقابل سوق دهید. برای مثال از او بپرسید که دلیل اینکه او آنگونه فکر می‌کند چیست و چرایی رفتار یا عقایدش را بپرسید. 3. اگر بر سر موضوعی متفق القول نیستید، هرگز بحث را شخصی نکنید. ممکن است هر دو طرف شما بر سر موضوعی مشترک عقایدی متفاوت داشته باشید و این بسیار طبیعی است. عقیده شما طبق تجربه و محیطی که در آن قرار گرفته اید شکل گرفته و اگر به دلایلی تغییر کند، نشان دهنده ضعف شخصیتی شما نیست. 4. هرگز در یک مشاجره و یا گفتگو از الفاظ رکیک استفاده نکنید. به جای اینکه یک دیگر را با ویژگی‌های بد توصیف کنید، سعی کنید نقاط مشترکی بین یک دیگر پیدا کنید. فصل هشتم. راهکارهایی برای صبور بودن. همانطور که در فصل قبل توضیح دادیم، یکی از دلایل عصبانیت و خشم افراد به دلیل عدم تحمل آنهاست. افرادی که تحمل شنیدن عقاید متفاوت را ندارند، سریع‌تر در دام خشم و عصبانیت می‌افتند. برای بالا بردن روحیه تحمل‌پذیری، دیدگاهتان را
در مورد افراد و رفتارهایشان تغییر دهید. علاوه بر این راهکارها می تواند کمک زیادی به کنترل خشم و بالا بردن مهارت تحمل پذیریتان کند. 1. در مورد مذاهب و باورهای سنتی کشورهای مختلف تحقیق و مطالعه کنید. هر چقدر بیشتر راجع به پیشینه مذهبی انسانهای مختلف بدانید، جهان بینیتان وسعت بیشتری خواهد یافت. در نتیجه با این کار از تعصبات بیجا در امان خواهید ماند. 2. هر زمان که برای صرف غذا به رستوران می روید، سعی کنید یک غذای جدید که تا به حال امتحانش نکرده اید را سفارش دهید. این کار باعث می شود که از نقطه امنتان خارج شده و راحت تر با تغییرات روبرو شوید. 3. در مهمانی ها با کسانی که نمی شناسید ارتباط برقرار کنید. آشنایی با افراد جدید و شنیدن باورها و سبک زندگیشان دیدگاه شما را نسبت به افراد مختلف انعطاف پذیرتر خواهد کرد. 4. تا می توانید سفر کنید. سفر کردن و آشنایی با افراد جدید می تواند دیدگاه شما را در مورد پذیرفتن باورها و عقاید متفاوت تحت تأثیر قرار دهد. 5. با افرادی که در رده سنی شما نیستند ارتباط برقرار کنید. خوب است که از عقاید نسلی که با شما فاصله سنی زیادی دارند مطلع شده و دنیا را از زاویه نگاه آنها هم ببینید. 6. همیشه چشمانتان را باز و دهانتان را بسته نگه دارید. این جمله بدین معنی است که قبل از تحقیق و مطالعه در مورد چیزی که از آن مطمئن نیستید اظهار نظر نکنید. فصل نهم، دشمنی و خصومت ریشه در خانواده دارد. در بسیاری از اوقات ما رفتار دیگران را آنقدر شخصی قضاوت می کنیم که رفته رفته این برداشت تبدیل به خصومت و دشمنی میان ما و دیگران می شود. به دنبال خصومت احتمال عصبانی شدن و خشم در مواقعی که با آن فرد در ارتباط هستیم بالا می گیرد. در واقع خصومت در بیشتر اوقات تصوری غلط است که ما از رفتار و گفتار دیگران استنباط می کنیم. در مقایسه با عصبانیت که خیلی زود ظاهر می شود و دوام چندانی ندارد، احساس دشمنی اینگونه نیست. خصومت و دشمنی گاه ممکن است تا پایان عمر ذهن یک فرد را درگیر خود کند. اما خصومت از کجا ریشه می گیرد؟ خصومت مثل بسیار از ویژگی‌های دیگر ممکن است از خانواده آموخته شود. والدینی که نسبت به یکدیگر و یا دوستان خود مرتکب احساسات و قضاوت‌های اشتباه می‌شوند، فرزندان خود را هم با این شیوه تربیت می‌کنند. اما دلیل دومی که باعث ایجاد خصومت می‌شود، رنج‌ها و درد‌هایی است که فرصت ترمیم پیدا نکردند. احساسات ناگفته، خشم سرکوب شده و مشکلاتی که حل و فصل نشده اند به تدریج در فرد تلمبار شده و او را در دام خصومت می اندازد. فنجانی را در نظر بگیرید که هر روز با آن قهوه‌تان را می نوشید. اگر چند روز فنجان را نشویید، لکه قهوه‌ای رنگ قهوه روی دیوارهای آن ثابت می ماند. بار دیگری که قصد خوردن قهوه با آن فنجان را کنید، طعم قهوه به تلخی خواهد زد. به همین ترتیب فردی که قدرت بخشیدن افراد را ندارد و نتوانسته مشکل خود را حل کند، به تدریج در آتش خصومت و دشمنی خواهد سوخت. دشمنی در انسانها یک شب اتفاق نمی افتد و دلایل زیادی در بروز آن دخیل هستند. متاسفانه دلگیری و کدورتی که در گذشته اتفاق افتاده، اگر به موقع اصلاح نشود، تمام زندگی فرد را دچار اختلال خواهد کرد. چنین افرادی همه را دشمن خود می پندارند، چون
لکه سیاه مشکلاتی که حل نشده تمام وجودشان را پر کرده است. بهترین راهکار صادق بودن با خودتان است. اگر از کسی دلخور هستید، صادقانه با او مطرح کرده و اگر به او دسترسی ندارید، او را ببخشید. همچنین به جای توجه بر روی افرادی که شما را میرنجانند، بر روی دایره دوستان و خانوادتان متمرکز شوید. زندگیتان را با یادآوری انسانهای خوبی که از بودن در کنارشان لذت میبرید، خاطر آمیز کنید. گاهی اوقات دلخوری و به دنبال آن خشم به خاطر خدمات بیکیفیت و گاه رفتارهای آزاردهنده از سوی شرکتها و فروشگاه هاست. در این مواقع از این تکنیک ها بهره ببرید. 1. اگر در رستوران غذایی را سفارش داده اید که فاقد کیفیت است، در همان زمان احساستان را با پیش خدمت و یا مدیر رستوران در میان بگذارید. نسبت به این کار تردید نداشته باشید، چرا که بابت آن وعده غذا هزینه پرداخت کرده اید. 2. اگر کالایی را خریده اید و از آن راضی نیستید، موضوع را به فروشنده اطلاع دهید. 3. اگر با بازاریابی مواجه شدید که برای فروش محصولش بیش از حد به شما اصرار می‌ورزد، خیلی راحت کلمه نه را به زبان بیاورید. به جای بحث و سر و کله زدن با بازاریاب‌ها، بهتر است با احترام و قاطع جوابی منفی به آنها دهید. گفتن کلمه نه گاهی اوقات معجزه می کند. امتحانش کنید. فصل دهم، برای مقابله با عصبانیت، دردهای گذشته تان را التیام ببخشید. اغلب مواقع دلیل عصبانیت ما به رفتارهای ارتباط پیدا می کند که از سوی دیگران سر می زند. حتی اگر بی‌آزارترین انسان روی کره زمین هم باشید، از موج خشونت و آزار عده‌ای از انسان‌ها در امان نخواهید بود. تنها در صورتی که همانند یک زاهد گوشه عزلت اختیار کنید و تارک دنیا و آدم‌هایش شوید، می‌توانید آرامش را به دست آورید. اما برای کسی که آغاز روزش را با دیدن همسایه، راننده تاکسی، همکاران و ارباب رجوع آغاز می‌کند، اجتناب از موقعیت‌های استرس‌زا و به دور از خشونت تقریباً محال است. بدیهی است که دوری جستن از مشاجرات امری اجتناب ناپذیر است، اما نحوه واکنش شما نسبت به شرایط کاملاً به انتخاب خودتان بستگی دارد. اگر کسی قصد تحریک احساساتتان را دارد، این انتخاب شماست که با آنها درگیر شوید یا با روشی مسالمت آمیز قائل را فیصله دهید. درگیر شدن در یک مشاجره پیامدهایی مانند خصومت و کینه را به دنبال دارد و اگر بازی را جدی بگیرید، آتش نفاق و دشمنی فرصت شعله ور شدن پیدا خواهد کرد. به این سناریوی فرضی توجه کنید. دختر نوجوان شما یک روز بعد از مدرسه با چهره عبوس به خانه باز می گردد. او در مقابل استقبال گرم شما با ترشوی از شما می خواهد که تنهایش بگذارید. در همین حال او وارد اتاقش می شود و در را با صدای بلند می بندد. در این شرایط ممکن است زمینه یک مشاجره بین شما و دختر نوجوانتان فراهم شود. اما راهکار بهتری هم وجود دارد. این نکته را در نظر بگیرید که گفتگوی سراسر خشم دخترتان به خاطر روحیه سرکش نوجوانیش است. ممکن است مشکلی در مدرسه برایش پیش آمده که باعث شده او مکالمه خوبی در منزل با شما نداشته باشد. وقتی او را ناراحت و عصبی می‌بینید، بهتر است با این جمله وضعیت را تحت کنترل خود بگیرید. با ملایمت به او بگویید که من احساس می‌کنم تو امروز کمی ناراحت و عصبی به نظر می‌رسی. دختر نوجوان شما
با این جمله متوجه خواهد شد که شما از عصبانیت او خبر دارید، اما ترجیح می دهید که با او وارد مشاجره نشوید. می توانید در هر زمان که او آمادگی کافی برای صحبت دارد به گفتگو بپردازید. اما مادامی که آتش عصبانیت دخترتان فروکش نکرده از گفتگو اجتناب کنید. بدین ترتیب شما هرگز آغازگر یک مشاجره نخواهید بود. بنابراین تنها به دلیل اینکه کسی از شما یا فرد دیگری عصبانی است وارد گفتگو و بحث نشوید. یکی دیگر از دلایل عصبانیت به خاطرات تلخ گذشته برمی گردد. همه ما در کودکی خاطراتی داریم که در آن توسط خانواده یا همکلاسی های من مورد آزار و بیتوجهی قرار گرفته ایم. اگر مسائل گذشته به خوبی حل و فصل نشوند، در بزرگسالی باعث بروز عصبانیت در شما خواهد شد. کسی که با شوخی دوستش خیلی راحت از کوره در می رود، ممکن است در کودکی به خاطر بیتوجهی خانوادهش آسیب دیده باشد. اگر این فرد نتواند درد ناشی از تجربیاتش را به خوبی حل و فصل کند، این مشکل در بزرگسالی باعث حساسیت بیش از حد او نسبت به اطرافیانش خواهد شد. اگر همچنان از خاطرات تلخ گذشته آزرده خاطر هستید، از شخص قابل اعتمادی کمک بگیرید. این فرد میتواند مشاور یا دوستی امین باشد تا با تخلیه احساسات منفیتان راه را برای بخشش و درمان دردهای خود هموار کنید. در نهایت فراموش نکنید که با بخشش و حل کردن مشکلات گذشته از خود در برابر عصبانیت و پرخاشگری محافظت خواهید کرد. فصل 11 برای کنترل عصبانیت ناشی از استرس طرز تفکرتان را تغییر دهید. همه ما تجربه عصبانیت را در طول زندگیمان داشته ایم. در این شرایط عده‌ای به تهدید و خشونت متقابل متوسل شده و عده‌ای دیگر تحت فشار زیاد صحنه را ترک می‌کنند. در هر صورت آنچه که مسلم است وجود نوعی استرس پنهان در افراد است که موجبات عصبانیت و خشم آنها را فراهم می‌کند. در اینجا بهتر است نگاهی به عوامل استرس‌زا و دسته‌بندی آنها بیندازیم. عوامل استرس‌زا دارای دو دسته‌بندی هستند که هر دوی آنها باعث وارد ساختن آسیب‌های جسمی به بدن می‌شوند. اولین عامل استرس‌زا شامل تغییرات بزرگی است که ممکن است زندگی شما را کاملاً زیر و رو کند. تغییراتی مانند از دست دادن شغل، بارداری و جابجایی خانه از این دسته هستند. اما در کنار اینها عوامل استرس‌زای کوچکی هم وجود دارند که ممکن است روزانه یکی از آنها را تجربه کنید. برای مثال محیط کاری استرس‌زا، ضرب العجلی که برای انجام کاری مشخص کرده اید و یا حتی یک تبخال ساده میتواند باعث ایجاد استرس در شما شود. فرقی نمی کند عوامل استرس‌زا کوچک باشند یا بزرگ، زیرا پیامدهای استرس جسم و سلامت انسان را نشانه می رود که این اصلا خوب نیست. عوامل استرس‌زای کوچک به دلیل اینکه روزانه اتفاق می افتند با بیشتر شدن و تکرار دفعات می توانند همانند عوامل استرس‌زای بزرگ شما را دچار چالش کند. این استرس های مزمن به تدریج بر روی فشار خون و دیگر علائم حیاتی بدن تأثیر گذاشته و سبب ساز بیماری های مختلفی می شود. بنابراین کنترل عوامل استرس ها یکی از ضروری ترین کارهایی است که باید انجام دهید. بهترین راهکار تغییر نگرشتان نسبت به مشکلاتی است که باعث ایجاد استرس در شما می شود. به جای اینکه مشکلات را
نوعی بدبختی و فاجعه توصیف کنید، آنها را همانند چالش هایی ببینید که با مدیریت حل مسئله قابل حل هستند. برای مثال، تغییر بزرگی مانند بارداری علارغم مشکلاتی که برای زنان به وجود می آورد، شروع فصل جدیدی از زندگی است. با تولد یک نوزاد، غرق در تجربیات جدیدی خواهید شد که لذت آن به تمام سختی هایی که در این 9 ماه متحمل شده اید می ارزد. در مورد جابجایی خانه، به جای اینکه به دردسرهای چیدمان مجدد وسایل خانه بیاندیشید، از تجربه محیط جدید و آشنایی با همسایه‌های تازه خود را دلگرم کنید. به همین صورت با تغییر افکار خود در مورد عوامل استرس‌زا می توانید فشار ناشی از آن را به حداقل برسانید. فصل 12، خواب، ورزش و شکرگزاری مانع عصبانیت و خشم شما خواهد شد. هیچ کس تحمل کودکی که به دلیل خواب بد یا ناکافی اوقات تلخی می کند را ندارد. کودکان در این شرایط آنقدر لجباز و یک دنده می شوند که والدین خود را کلافه می کنند. این موضوع در مورد بزرگسالان هم صدق می کند، با این تفاوت که یک فرد بزرگسال هرگز به خاطر کمخوابی پاهایش را روی زمین نمی کوبد یا اسباب بازی های مورد علاقه اش را پرتاب نمی کند. وقتی مغز شما به اندازه کافی استراحت نکند، زمینه کافی برای بروز عصبانیت فراهم می شود. برای مثال، اگر شب تا دیر وقت بیدار نمانید، صبح روز بعد با حس و حال بهتری بیدار خواهید شد و قطعا خوشبینتر و مثبتتر به جهان نگاه خواهید کرد. برای داشتن یک خواب خوب، بهتر است بعد از وعده شام سراغ چیزهایی که حاوی نیکوتین یا کافئین هستند نروید. این مواد سیستم عصبی شما را تحریک کرده و مانع یک خواب خوب و آرام می گردند. همچنین قبل از خواب از خوردن غذای سنگین اجتناب کنید، چرا که یک معده پر در سیستم خواب شما اختلال ایجاد می کند. نکته خیلی مهمتر، 1 ساعت قبل از خوابیدن است. هرگز قبل از خواب در مورد مسائل کاری و یا اتفاقات ناراحت کننده فکر نکنید. اگر با همسرتان مشاجره‌ای داشته اید، سعی کنید قبل از خواب موضوع اختلاف را با یکدیگر به سرانجامی خوش رسانده و سپس بخوابید. افکار منفی و ناراحت کننده در ساعات قبل از خواب اجازه لذت بردن از یک خواب آرام را از شما خواهد گرفت. یکی دیگر از راهکارهایی که میتواند از عصبانیت و خشم شما جلوگیری کند، انجام تمرینات ورزشی است. کمتر کسی است که بعد از یک ورزش روزانه سخت دچار عصبانیت و خشم شود. ورزش منظم و روزانه باعث شادی و آرامش بیشترتان شده و شما را در برابر حساسیت‌های بیمورد و استرس‌ها بیمه می‌کند. راهکار سوم برای غلبه بر خشم و عصبانیت، تهیه فهرست شکرگزاری است. اغلب ما چون با دیدگاه کمیابی و فقدان زندگی می کنیم، بر سر چیزهای کوچک دچار استرس شده و خیلی زود عصبانی می شویم. اما اگر فهرست چیزهایی که در اختیار دارید را روی کاغذ بنویسید، حس بهتری راجع به خود و زندگیتان خواهید داشت. شکرگزاری از سقفی که بالای سرتان است، غذای خوشمزه‌ای که می‌خورید و شریک مهربانی که در کنار خود دارید باعث استقامت روحی شما خواهد شد. با تأکید ورزیدن بر روی چیزهایی که دارید و شکرگزاری نسبت به آنها، با دید مثبت‌تری به دنیای اطرافتان نگاه خواهید کرد. سخن پایانی: خشم و عصبانیت بدون توجه به سن و سال و موقعیت‌های اجتماعی هر فردی را درگیر خود می‌کند. خشم
چه ناشی از عوامل استرس‌زای کوچک باشد و چه بزرگ، همواره پیامدهای ناخوشایند را به دنبال دارد. جدا از برهم خوردن وضعیت سلامتی و بیماری‌های جدی، یک فرد خشمگین دایره ارتباطات خود را روز به روز کوچکتر خواهد کرد. هیچ کس تحمل فردی که به خاطر هر چیز جزئی آشوب و جنجال برپا می کند را ندارد. بنابراین مدیریت خشم یکی از بزرگترین تغییراتی است که باید انجام داده و هرگز در این راه کوتاهی نکنیم. شرط اول برای اینکه کمتر عصبانی شوید تغییر دیدگاهتان است. افرادی که از همه انتظار کامل بودن را دارند و تصور می کنند که مرکز دنیا هستند بیشتر عصبانی می شوند. به جای اینکه دنیا را سیاه و سفید فرض کنید، چالش ها و مشکلات را همانند آزمونی برای تکامل خود به حساب بیاورید. مواردی مثل از دست دادن شغل، هزینه های بالای زندگی، محیط کار پرتنش و حتی اشتباهات شما می تواند باعث شعله ور شدن آتش خشمتان شوند. قبل از اینکه دیر شود، ابتدا سعی کنید دیدگاه خود را در مورد مسائل مختلف در حد اعتدال نگه دارید. اگر در کودکی از خانواده‌تان آسیب دیده اید یا در بزرگسالی توسط بهترین دوستتان تحقیر شده اید، با گذشت و بخشش آتش کینه و دشمنی را در درون خود خاموش کنید. در نهایت هرگز چیزی را شخصی فرض نکرده و بر اساس رفتار دیگران خود و زندگیتان را ارزیابی نکنید. پیشنهاد کاربردی: اتومبیل زندگیتان را آرام برانید. راننده‌ای که با شتاب رانندگی می‌کند در برابر موانع غیرقابل پیش‌بینی بسیار آسیب‌پذیر است. اگر زندگی را همانند رانندگی در یک مسیر تشبیه کنیم، وظیفه شما حفظ آرامش و تعادل است. کسی که با یک اتفاق کوچک بی نهایت ذوق زده می شود، به همان اندازه با وقوع یک پیش آمد ناگوار افسار زندگیش را از دست می دهد. قدم هایتان را آرام بردارید و در مورد چالش هایی که برایتان به وجود می آید با صبر و حوصله واکنش نشان دهید. هیچ عجله‌ای در کار نیست. فراموش نکنید که سالم به مقصد رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. با سپاس، علیرضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ماجویا. کتاب‌های صوتی از کانال لیل و ماجویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب، آگاهی و دانش را گسترش دهیم.